شکریه کودک بی خبر از ناملایمات روزگار در معرض فروش قرار گرفته. خالی بودن دسترخان و نبود کرایه خانه مادر این کودکان را مجبور کرده تا به فروش دو دختر خود اقدام کند. شکریه کوچکترین عضو این خانواده که هنوز شیرخوار است در بدل 45,000 افغانی و فرزانه دختر 9 ساله در بدل 50,000 افغانی از طرف مادرش آماده فروش شدند. این نمونه 50,000 انداختم، این 45,000 در فروش انداختم. ما گفتم بیا خیر است اولاد ماست، این امینم به اینکه چیز میکنه بسیار جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. ما گفتم این تو روزی که سری ما خداوند نامرده این مشکلات که آمرده البته پیش خداوند در دروارش چیزی مهمین بوده دیگه. زلفیه مادر این کودکان قصه می کند که شوهرش به مواد مخدر معتاد شده و چندین هفته شده که به خانه نیامده است. می گوید آنان پیش از این در سمنگان زندگی می کردند و نزدیک به 4 ماه پیش پس از آن که شوهرش معتاد شد به کابل آمدند. این زن نزدیک به 2 ماه می شود کرایه خانهش را نپرداخته و حتی برخی شبها با کودکانش گرسنه نمی خوابد. اینی تو زیر تعطیل مرا گفته که زود کرایه مرا پیدا کن. ما گفتم آجی صاحب این در دینه اشتکای چیز کردم خوشدم پشت دروازه استاد شدم. ما گفتم برو انیمی تو بگو که می پدرم که خانه نیسته اگر میمانی. اگر که ما را که می کشن من مقه توانایی ندارم که می یک جای دیگه کشته برم. اشتکایم که چیزی که فرمایش می تو من از توانایی پره نیست بیا در جان که من اون را در این پیدا که بیتم. این در چیز دستی مسایی که دیست دیگه. زلفیه تنها زن افغان نیست که به فروش دو کودکش اقدام کرده است. پیش از این هم به دلیل فقر و تنگ دستی در برخی نقاط افغانستان چنین عملی انجام شده است. هرچند خرید و فروش کودکان در برخی کشورهای دیگر جرم پنداشته می شود، اما در قوانین افغانستان تا هنوز این عمل به گونه واضح جرم پنداشته نشده است. به صورت مستقل یعنی خرید و فروش اطفال در کود جزا یعنی در نظام حقوقی افغانستان تا به حال را که هم در بسیار موارد که شاید با حسن نیت باشه معمولا این چیزا صورت میگیره جرمنگاری نشده. در بخش حمایت از حقوق اطفال هم که نقض حقوق اطفال است در اونجا هم این موضوع تصریح نشده، ولی اگر به منظور بهره کشی باشه یعنی سوی نیت وجود داشته باشه او وسایلی که شرط ارتکاب جرم قاچاق انسان است مثل اختطاف، مثل حیله و فریب، مثل سوی استفاده از حالت آسیب پذیری مجنی علیه اینی مواردی است که یه در قانون جزای افغانستان در کود جزا جرمنگاری شده. هرچند تا هنوز کسی برای خریداری این دو کودک پیشنهاد نداده، اما زلفیه برای بدترین لحظات زندگیش لحظه شماری می کند. لحظه ای که به گفته زلفیه توانایی جدا شدن از دخترانش را ندارد، اما ناگزیر است دو دلبندش را از خود جدا کند تا ضرورت های زندگی 5 فرزند دیگرش را تامین کند.